کنیم. خب یه وسط یه بریم و برگردیم داشتیم که صحبت نکردیم، الان رفتیم و برگشتیم، میتونیم ادامه بدیم اگر موافق باشیم. در چه مورد؟ در مورد عشق و اینا. آها بله بله، از بویا جان باید بپرسیم. آره که شما که اینقدر از عشق خوندی. بله البته. عاشق شدید؟ البته البته دو. اگر که صحبت‌های دیگه ای دارن اونو نذارم جا بمونه، اگر که میخوان از اینجا شروع کنیم به اون صحبت‌ها برسیم همینو ادامه. مگه کسی که هواپیما رو میرونه هدایت میکنه؟ مگه خودش 100% صاحب هواپیماست؟ خب این خیلی جواب خوب و هوشمندانه بود، ولی با احساس بگیم درسشو که خونده عشق عاشق کردن. من که اگه واقعا خودم به شخصی میگم اگر همیشه عاشق نباشم اصلا نمیتونم این کار رو برم اجرا کنم بخونم. یعنی همیشه من یک حس عشق و عاشقی در درون من وجود داره. خیلی سیاست مداران جواب داد. نه جدی میگم، باور کنید. آدم میخواد بدونید که همین الان عاشق کسی هستم یا دوستش دارم، اینو میخواد بدونید 100%. من خیلی تبریک میگم. اگه میخواد دنبال اعتراف بودید خودم راحت میگم. من دیگه خیالم راحت شد. آقای خیلی بشید سوال من. من تعجب میکنم از این که شما نیم ساعت پیش داشتی تشویقش میکردی که در چه زمینه ای فعالیت میکنه، الان برایش کف میزنی. مرسی خیلی ممنون. ببین من چی میکشم. این چیز دیگه است. آره یه چیز دیگه است. میدونم بهش میگم بهش میگم بهش میگم بعد بعد بعد. خب با این چند دقیقه باقی مانده، با این حال هوایی که داری، با شرایط امروز روز، با زندگی، با شرایط ایران، واقعا اگر بخوای که یک خواسته ای داشته باشی، همه افراد خواسته های برای خودشون دارن، آرزوهایی دارن، ولی ما آرزوهای بزرگتر هم داریم. واقعا چی در ذهنت هست به عنوان یک هنرمند و به عنوان کسی که سالیانی صدات رو مردم میشنن؟ کاش میشد اینو در یک جمله فقط توضیح داد یا شرح حال خودم رو بگم، ولی میدونیم که به این سادگی نیستش و ساعت ها میتونه این جواب داشته باشه. ولی خیلی کوتاه سعی میکنم باشم که وقت برنامه رو نگیرم. میخوام بگم با عمری که از من گذشته، با تجربیاتی که در اندازه خودم کسب کردم، از دیدگاه خودم به دنیا، از کاری اصلا به مشکلات و مسائل ایران ندارم. اون که اصلا یه چیز دیگه حادتریه که وجود داره و همه ما درگیرش هستیم و حسش میکنیم، ولی من میام اون به اصطلاح اون قاب بزرگتر رو میبینم، نگاه میکنم، اون عکس بزرگتر رو نگاه میکنم. من میگم مشکلات فعلی در دنیا با توجه به اشکالاتی که و مشکلاتی که در کل دنیا الان وجود داره و آرامشی که وجود نداره، تنها به اصطلاح آرزوی من یا خواسته من اینه که یک مقدار خودمون به اصطلاح تک به تک انسان ها یه مقدار هوشیارانه تر خیلی ممنون کمک کردی، فارسی مونم یه مقدار ضعیف شده اینجا نمیسان، هوشیارانه تر عمل کنیم و دیدمون نسبت به زندگی جوری به اصطلاح نگرشمون یه جوری باشه که خودمون بتونیم اون زمینه یا سفره آرامش رو برای خودمون فراهم بکنیم، حتی با ساده ترین و کوچکترین چیزها، و زیاد وارد مسائل بزرگ نشیم چون از کنترل ما اصلا کلن خارجه و اینو به دفعات دیدیم، تجربه کردیم و دنیا بهمون ثابت کرده، سیاست بهمون ثابت کرده و سیستم دنیا ثابت کرده. یعنی موافق قطر قطر جام گردد وانگهی درگیا شود شما نیستیم؟ والا ما هم چندی نمیشم که ما خودمونو به دست تغییر رسیم. من فکر میکنم که خودمونو فعلا حفظ کنیم، نسپاریم، بریم و برگردیم. حالا اینا رو که اونجا بودی تموم کن. آره دیگه هیچی گفتم که آقای همین